تا زمانی که همسر ممچه هادی بودن سلام علیکم چطوری قربونتون برم شوخی شوخی یک دو ناصر و منوجر هادی طلاق گرفتن این پست ادامه پست قبلی که در مورد حواشی جداییشون صحبت کرده بودن و نمیدونستیم که جداییشون واقعیت داره یا نه ولی با مصاحبه اخیر یک دو ناصر راز این رابطه و دلیل اصلی جداییشون فاش و منوجر هادی هم زد به سیم آخر و یک سری کارهای عجیب غریب کرد که بهتون پیشنهاد میدم حتما این پست رو به اشتراک بذارید و طبق وال قربون شکلتون برم یه لایک خوشگل بزنید روی پست و اگه فرض محال مشترک چنل نیستی شالاب بزن روی دکمه سابسکرایب تا بریم و بیاییم. مدیا چهار خب همونطور که مطلع هستین یکتا ناصر و منوچهر هادی زوجهای هنری هستن که تو این چند سال اخیر فعالیت‌های مشترک زیادی با هم انجام دادن و یکتا ناصر که مدت‌ها فعالیت کاریش در فیلم و سریال و سینما کمرنگ شده بود با همکاری منوچهر هادی جونی دوباره گرفت و اولی همکاریشون فیلم من سالوادور نیستم بود که توی برزیل ضبط کرده بودن و اون موقع دو تا همکار محترم بودن اما توی همون پروژه یه دل نه صد دل عاشق همدیگه شد و 9 ماه بعدم سوفیا جان به دنیا اومد خیلی زود و تند و آتشی و خیلی آزاخیده نه 9 ماه بعد از پروژه ازدواج کردن و یکی دو سال بعد صاحب فرزند شد در کل به دلیل همکاری هایی که داشتن خانوم یکتا ناصر با اسم منوچهر هادی شناخته میشد و گویا این حرف و حدیث ها براشون اصلا خوشایند نبود هی فک و فامیل و دوست آشنا تیکه مینداختن بهشون که خوب بری زدی ها منوچهر اومد بازار تو قشنگ سکه کرد و این موضوع هر بار یه شکرابی به وجود می آورد بین این زوج هنری اما منوچهر خان که به شدت به صبور بودن و خوشقلب بودن معروفه هی کوتا می اومد می گفت عزیز من ولش کن یه حرفی می زنن شام چی داریم عشق اما یکی دو سال پیش زمزمه های جدایی این زوج بعد از سریال نیسان و آبی به گوش می رسید که به نظر جدا شدن و فاتحه ولی قصد نداشتن که این قضیه رو علنی کنن حتی شواهد نشون میداد که منوچهر هادی توی این مدت کاریش به شدت کلاف است و کاملا خلق و خوش تغییر کرده اما حفظ آبرو می کنه و توی پیام‌هاش و استوری‌هاش هم میگفت که همسرمو دوست دارم لطفاً به این قضايا حاشیه ادامه ندین حوصله ندارم یکی میخوابونم تو گوشتون سرانجام سر جریان سریال نیسان آبی دو دیگه این ماجرای جدایی به تب و تاب افتاد و دوباره افتاد سر زبونه اونم از اونجای شروع شد که منوچهر هادی یک استوری گذاشت و گفتش که از پروژه نیسان آبی جدا شده و قرار نیست که این کارو دست بگیره ولی از اونجایی که توی خبرگزاری‌ها نقل و قول می‌کردن که این پروژه با همون بازیگرای قبلی خودش از جمله خانم یکتا ناصر در حال ساختنه یکم قضیهش مشکوک بود که چرا خانم ناصر به پشتوانه آقایش از این سریال انصراف نداده که یک سری حرف و حدیثای پیش اومد که بالاخره خانم ناصر نتونست دووم بیاره و توی مصاحبه چند روز گذشته ماجرا رو از سیر تا پیاز تعریف کرد گفت بله یک سال و نیمه که دیگه همسر آقای منوچهر هادی نیست. یک سال و اندی که من و آقای هادی جدا شدیم من این موضوع رو سعی کردم نگم. و در ادامه مصاحبه دلیل اصلی جدایش هم گفت. گفت والا ما هر جا میرفتیم میگفتن چرا لایک نمیکنید. موجی گفت یعنی چی لایک نمیکنن؟ نه الکی انداختم گردن خانم ناصر فدادون بشم. بالاخره برای ادامه روند نیاز به لایک شما داریم. پس یه لایک خوشگل و مجلسی بزنید روی پست و اگه تا همین الانم سابسکرایب نکردی دیگه انصافا موقعش رسیده. بله توی مصاحبه گفت که آقا جون من میخواستم به بقیه ثابت کنم که چه قابلیت هایی دارم و نیاز به منوچهر هادی نیست. هر جا میری میگه منوچهر منوچهر. بابا منوچهر کیه؟ اصلا کسی به من اعتماد نمیکرد اون نقشه رو پیشنهاد بده هی به من تیکه میندازن که با منوچهر هادی معروف شدی مجرم در جواب گفت مگه دروغ میگم دیگه یه کوچولو مونده بود که یک داناسن میزو بکنه تو در ادامه صحبتهاش به واسطه یک سری استوری و فکرهایی که وجود داره دلیل این جدایی کاملا آشکار شد اگه دقت کنید الان یه فیلمی به نام حدود 8 صبح با بازی منوچهر هادی و یکتا ناصر در حال اکرانه که آخرین همکاری این زوج بودش و این پروژه رو در زمان حضور حمید فرخ نژاد ساخته بوده و ماجرا ختم میشه به خیانت همسر و جدایی و از اونجایی که استوری های رد و بدل میکردن با مضمون جدایی و خیانت ذهن مخاطب به این سمت میرفت که احتمالا یک مسئله خیلی مهمی رخ داده و اصلا سر همین استوری ها بود که همه گفتن اینا جدا شده
اما با تکذیب و لاپوشونی منوچهر هادی یکم کمرنگ شده بود و الان دوباره با خبرهایی که پخش شده میفهمیم موضوع از چه قرار بوده. داستان از این قرار بود که مدت‌ها سر مسئله معروفیت اختلافی بین این زوج رخ داد که کم کم از هم دلسر شده بودن. شاید ندونید اما بازیگرا و برابچ دنیای هنر خیلی با هم راحتن، یعنی خیلی زیاد حتی، و امان از این دلسردی ها که باعث میشه این راحتی بین هنرمندا تا این قدم راحت‌تر بشه، و چه بسا خیلی از جدایی‌ها سر همین راحت بودنشون بوده که گویا اینجا هم از این خبر هست. البته ما تهمت نمیزنیم، ولی خب اگه آدم سرن کلن اون پروژه کذایی نیسان آبی یک دهن همه رو سرویس کرد. واسه چی؟ دیدین دیگه، واسه یکیشون یه داستانی پیش اومد که توی پست قبلی کاملا اتفاقات رو شرح دادم. اگه ندیدید میتونید بید بعدن تماشا کنید، الان نه بعدن. تو این یک سال و نیم هم که یک دان ناصر از منوچهر جدا شده بود روی آورد به تئاتر که مادر هنر بازیگری محسوب میشه. فوش نمیخواستم، و این روزا بیشتر وقتش رو میذاره برای سوفیا خانوم تفلی که این مابین کمبود جدایی رو حس نکنه. اما خارج از اینکه طلاق یکی از راه‌های پیشنهادی برای حل مشکلات در صورت ایرادات خیلی زیاد، کاش این زوج هنری با همدیگه میموندن و میساختن، خیلی به نظرم مچ بودن. ولی خب اختلاف که پیش بیاد متاسفانه باید طرفین خیلی عاقلانه و هوشمندانه رفتار کنن که به جدایی ختم نشه. بالاخره دیگه کار از کار گذشته و ما هم الکی فاز مشاوره گرفتیم. منوچهر هادی هم طبق روال گذشته با برنامه ریزی جلو میره و خبرهایی هم به گوشم رسیده که احتمال ساخت سری دوم نیوکم که حامد آهنگی توش به شدت خوش درخشید استارتش زده بشه. اما کدورتی که منوچهر هادی با فیلمو سر پروژه نیسان آبی دو داشت به نظرم باید برطرف کنه، بعدش بیاد برای شروع پروژه جدید تا دوباره دست به یقه نشن سر چند میلیارد ناقابه. حالا به نظر شما آیا درسته که بخوایم سر یک سری سوء تفاهم ها زندگی مشترکمون رو ببریم به سمت جدایی، حتی اگه اون سوء تفاهم خیانت باشه؟ خب بالاخره سوء تفاهم سوء تفاهمه. با این وضعیت گرونی و اقتصاد و شرایط دیگه حواسی نمیمونه، آدم یه لحظه یهو میره یکی دیگر اشتباهی. خیلی اوزاخی که اصلا قشنگ صحبت نمیکنه. حالا در کل نظراتتون رو برام حتما بنویسید و خیلی نیازمند هم بیاشون. تموم شد؟ خیلی تاثیر بذارم. آهان راستی، یه سری هم به پوستای آتشین این روزای چنل ما هم بزن، مثل موضوع فصل سوم زخم کاری. خب این هم از پوست امروز. دم همگیتون گرم که تا پایان بودین و تماشا کرد. لایک و سابسکرایب انصافا فراموشتون نشه. تا درودی دیگر، بدرود.